یکی از پدیده هایی که هر چه سن میره بالاتر از جذابیتش کم میشه هوشه. هوش برای یه بچه یک ساله باهوش همه قش و ضعف میکنن، 5 سالش که میشه میگن به اون نشون ندی، زود یاد میگیره، میشه اول مصیبتمون. باهوش بین 10 تا 15 سال رو میگیم ذلیل مرده که چه لفظ قلم حرف میزنه. باهوش بالای 20 سال که اصلا خطرناکه، میگن این از اون باهوش هاست. یکی رو بذارین صبح تا شب مراقب این باشه. بهره هوشی یه بخشیش برمیگرده به ژن خوب که همه ندارن. ژنای خوب چون امکانات براشون فراهمه، معمولا نیازی به استفاده از هوش و ذکاوت پیدا نمی کنن. بنابراین فرض رو بر این میذارن که باهوشن. اما اگر ژن خوب ندارید هم جای نگرانی نیست، هوش رو میشه پرورش داد. یعنی اگر روش کار کنید ارتقا پیدا میکنه. حتی در مورد حیوانات همینطوریست. یکی از دوستای من یه گربه داشت، اولش روی خط صاف نمیتونست را بره، باهاش کار کردن، الان یه جوری شده که گربه توپشو قایم میکنه ببینه صاحبش میتونه پیدا کنه یا نه. به ما هم هی چشمک میزنه که یعنی بهش نگین کجا گذاشتم، پنجاهاشو اینجوری میکنه. گاهی چاره ای نداریم جز این که هوش طرف مقابلتون رو تایید کنید. مثلا یه آقای دکتری هست، دوست داره بگه من قیافه بیمار رو میبینم میفهمم چشه. هر حدسی میزنه باید بگین ای وای از کجا فهمیدین، وگرنه استعلاجی نمینویسه براتون. من یه بار گلمژه زده بودم، تا رفتم توی نگاهی کرد گفت کف پات زغزغ میکنه. گفتم نه بله آره یه ذره. گفت شیر که میخوری ورم میکنی؟ گفتم که لابد دیگه. آره. پای چپم رو گچ گرفت، با عصا از مطب اومدم بیرون. اینجا کیا فکر میکنن باهوشن، نخبن، خیلی باهوشن، ازشون استفاده نشده، هدر رفتن، زندگیشون تباه شد. بفرم الان یک خانومی که فکر میکنه خیلی باهوشه و هدر رفته، بفرمین شما. بله بفرمین. خب آقا شغلتون چیه؟ من کارمند فرودگاه هستم. کارمند فرودگاه؟ بله، مهرآباد. مهرآباد چی کار میکنی؟ الله میگیرن هواپیما برن. چی کار؟ راه میگیرین هواپیما برن؟ به مسافرین سرویس میدیم. بله. آه خیلی خوب. شما خانم؟ من خونه‌دار هستم. خانه‌دار هستی. شما خیلی باهوشین؟ خیلی. خب و فکر میکنید که هدر رفتین؟ من یه باهوشی که داشتم رو بحث انتخاب همسرم بود، خیلی باهوش بودم. خب بعد کلا احساس کنم خیلی باهوش. بچگی مادرم هم گفت تو چقدر باهوشی عزیزم. خب تو چه زمینه فکر میکنید باهوشین و هدر رفتین؟ زمینه یعنی چی میشد بهتر بود؟ دوست داشتین الان کجا باشین؟ چی کار کنین؟ الان که در حال حاضر دوست داشتم جای شما باشم. اختیاره. شما خیلی باوش. جای من بودن خیلی هوش نمیخواد. ولی مثلا شغلی بوده یا چیزی بوده که میخواستین بهش برسین ولی فکر میکنید که اجحاف شده به شما؟ بله. چی؟ دوست داشتم خلبان باشم ولی نشد. خلبان. ولی نزدیک شدین. بله. خیلی برای خدا شکر نشد، این میشد پروازمون سقوط میکرد. خب
خانم بفرمایید. بالا بگیرین لطفا. خواهش میکنم. من البته خیلی موفق بودم، خیلی تلاش میکنم با اینکه خونه دار هستم، ولی احساس میکنم خب اگر مثلا خیلی جایگاه برام باز میشد خیلی پیشرفت میکردم از لحاظ ادبی، از لحاظ روانشناسی. چون اینو خیلی تو جاهای فعالیت داشتم به هم گفتن، خیلی جاها بودم. چه رشته ای خوندین؟ من ادبیات خوندم. خب چرا ادامه ندادین؟ یعنی در این ازدواج زمین... کردم دیگه. آها ازدواج کنین کلا قطع میشه همش. آره من کمک کردم شاید. که همسرم ادامه تحصیل بدن، به مدارج عالی برسن. آها. در کنار ایشون فعالیت کردم، یعنی با ایشون درس خوندم. همسرم الان میگن از من روانشناس تر هستید. آها خب چرا الان ادامه نمیدین؟ خب پسرم دانشجوه دیگه، همراهی میکنم با ایشون دیگه. ماشاءالله دانشجوه. بله خیلی خوب. اگر براتون میگردوندن به مثلا 20 سال پیش چه راهی رو میرفتین؟ دوست داشتم ادامه بدم، یه نویسنده خوب بشم، یه شاعر خوب بشم. برای نویسندگی و شاعری هیچ وقت دیر نیست؟ نه الانم ادامه میدم. بله هستم. بله ولی دوست داشتم طوری باشم خیلی مطرح باشم، یه نویسنده باشم که یا یه موزیسین باشم، مطرح باشم، چون قابلیت ها رو در خودم میبینم همیشه. باهوشین؟ بله حس میکنم، یعنی بهم میگن. البته خیلی هم عالی. بله حتما. تو زندگی خیلی موفق بودم، همه تایید میکنن اینو. بسیار عالی. آقا بهتر بودن دست بالا؟ خانم مساوی مساوین. بله بله چشم چشم چشم. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. در کنار IQ یا همان بهره هوشی، یه مفهومی هم وجود داره به نام EQ یا همان هوش هیجانی، به این معنی که در مواقعی که هیجان زده یا احساساتی میشیم چطور تصمیم میگیریم، اینو میگن EQ. مثلا عید که زنگ در خونه رو میزنن، یهو همه با هم بلند میشیم، بی خودی میدویم این ور اون ور، هول میشیم، چون هستیم ولی دوست داریم اونا فکر کنن نیستیم. اینجاست که هوش هیجانی مهم میشه. الان که این آیفون تصویریا کارو خرابترم کرده. یه بار اومدم دکمه بالایی رو بزنم که فقط ببینم کیان، اشتباهی بغلیشو زدم در باز شد. خیلی هول شده بودم، تنها امیدم این بود که دره باز نشده باشه که فکر کنن نیستیم. خوشبختانه دوباره زنگ زدن، آیفون رو برداشتم گفتم باز نشد نه؟ گفتن نه. گفتم آخ جون، گوشی رو گذاشتم. اینو میگن EQ. یا مثلا طرف تازه یه مسئولیتی گرفته، تجربه نداره، رفته به یه اجلاسی، دست دراز میکنن باهاش دست بدن، یهو یادش میفته نباید دست بده، هول میشه دستشو میکشه بعد ماچ میکنه. یه مثال ملموستر بزنم از هوش هیجانی. یه ملی پوشی داشتیم قدیما، شالا سلامت باشه هر جا هست، توپ که سانتر میشد رو دروازمون، اول از همه هوش هیجانی ایشون فعال میشد. قبل از اینکه بقیه بفهمن چی شد، توپو میچسبون به تور، میگفت تمومش کردم. شماها بی خودی هوش هیجانیتون رو فعال نکنید. باز این خوبه، در تیم فوتبال داریم که کلن سیستمشو تنظیم کرده رو هوش هیجانی. یه هفته بعد از بازی بهش گفتن این چه گلی بود خوردی؟ گفت من درست شیرجه زدم، اون اشتباه شوت زد. این هست